شاید میدونستی من کاریکاتوریستم بودم قبلا؟ نه نمیدونستم. اصلا نمیدونستم. البته من مثلا 15 16 سالم که بود واسه مثلا 3 4 سال کار کاریکاتور انجام میدادم. آره و شاعری تو که الان فهمیدم. اصلا واقعا خودم اش تو چشام جمع شد خودم وقتی فهمیدم که شاعری هم تو وجود من هست. ولی حالا جدا از این جدیه. اون که حالا شوخی بود ولی واقعا کاریکاتوریست بودم. یکی دو بارم توی بینال تهران کارم چاپ شده بود. یکی از کاریکاتوریستایی که چند تا کاریکاتوریست بودن که خیلی دوستشون داشتم، تعداد زیادشون هم دوستام هستن، یکیشون بود من خیلی طرفدارش بودم. کی بود؟ مهمون امشب ما. بحبه. مانا نیستانی. خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی و ممنونم. محبت کردین قربان. خواهش میکنم. من اصلا از طرفدارای قدیمیتم شدید. خیلی خیلی خوش اومدم. از بچه من بچه بودم تو کاریکاتور میکشیدی. اینقدر سن من زیاده. به روخم نکش. نگم به. به روخم نکش. باش. چشم. چه خبر؟ سلامتی. خوبم مرسی. همه چی خوبه؟ من یه عذرخواهی به شما بدهکارم به خاطر اینکه ما قرار بود یه دو سه هفته پیش مهمون ما باشه. بعد دیگه یه اتفاقاتی افتاد و یه جای دیگه برنامه بود و دیگه اونجا مثل که حبسش کرده بودن نمیذاشته. اتفاقاتی افتاد که اینجا اینجوری نیست. اینجا هر جا دلت خواست بعدش میتونی بری. میتونم برم. آره هر جا دوست داشتی برو. آزاد. آزادی اینجا. یعنی دستپاتو نمیبندیم، محدودت نمیکنیم. دستتون درد. قربونت برم. دیگه امیدوارم که دیگه جبران بشه. حتما. ولی زیادی نکرد دو بار توی دو هفته بیای لندن؟ یکم زیادیه. خب خوبیش اینه که لندن منم دوست دارم شهرو. خوب. به عنوان کاریکاتوریست من تا حالا کاریکاتوریستی ندیدم که خیلی خوش اخلاق باشه. یعنی اکثرا همه جدی و یه خورده عبوس و بد اخلاق هم اینجوریه. من خودم رو تأمین نمیخوام بدم که همه همینطوری هستن، ولی یه چیزی رو میدونم. وقتی که شما مدیومت یه چیزی مثل کارتون هست، یعنی روی کاغذ قراره که طنز بریزید و بامزه باشه یا نمیدونم به هر حال شوخی بکنید، اونجوری یعنی خیلی خرج کلام و برخورد معاشرتتون نمیشه این قضیه. یعنی حفظ میکنید، درمونی ترش میکنید، اون مدلی به کار میبندینش. میدونید یعنی خلاصه بخوام بگم، به کلام دیگه بخوام بگم، ما یوبس هستیم. همینو میخواستی بشنم از من. خب خیالم راحت شد. من شخصا هستم. یکی دو تا دیگر هم که من میشناسم باهاشون رفاقت دارم همین جوریه. همین شرایطو دارم. من یکم از کارهای جدیدت بگو، چون یه مقداری فعالیت توی شبکه‌های اجتماعی هم بیشتر و بیشتر شده. مثلا یه ویدیو امروز داده بودی بیرون که گفته بودی یه ذره آبرو واسم مونده که اونم دارم میام تو برنامه چند شنبه با سینا به بادش بدم. دوستان عزیز، قراره که تا چند ساعت دیگه برم یه چیکه از آبروم باقی مونده بود، یه چیکه تهش با تای قابلمه آبرو، اون رو هم بتکنم توی برنامه تاکشوی چند شنبه با سینا از شهرش ترمز بشه. خازانه از شما خواهشمندم، اینم مثل اون قبلی نبینید. چیزی که برای من یکی از نکاتی بود که خیلی دوست داشتم کارهای تو رو، ماجراهای آقای کا بود. آره خب آقای کا ادامه نداره، نمیخوای کاری باش بکنی. ماجرای آقای کا رو نمیدونم ندیده بودی. خب ببین آقای کا یه شخصیتی، خودت توضیح بده. یه مجموعه داستان مصور بود یا کامیک استریپ بود. اضافه کنم به صحبتاش که مانا اولین فکر میکنم کاریکاتوریست ایرانی باشه که کامیک استریپ، یعنی کامیک استریپ به معنای واقعی رو من خودم حقیقتا اولین بار از ایشون دیدم در فرمت کتاب. شاید به نوعی، هرچند قبل از من هم کتابچه‌های خیلی خوب آقای جواد علیزاده در دهه 60 یادت باشه منتشر کرده بود که همه ما تحت تاثیرش بودیم. قضیه آقای کا از یه نشریه به اسم توانا توی ایران شروع شد به صورت پاورقی. این نشریه هفته نامه کمیک استریپ بود. بعد وقتی که توقیفش کردن اون نشریه بسته شد، من داستان تموم کردم توی کتاب به صورت کتاب مصور به اسم ماجرای آقای کا کابوس منتشر شد. بعد ادامهش دادم برای خود کتاب مستقیما خانه اشبا، حاضر عاشقانه آقای کا، و خارج از ایران هم یه دونه دیگه از اینا کار کردم به اسم هوگوپسی
آره اسمش عجیبه، باید بخونی ببینیم معنیش چیه. خیلی جالبه. خوندی؟ من خوندم. ولی خب مشکلش همونی بود که گفته بودی، چون مثل که برای فرانسه تصویرسازی کرده بودی. بعد نه اول برای کتاب بود، هرچند یه نسخه فرانسوی هم ازش ترجمه منتشر شد. آره هستش. از ایران که اومدی بیرون فکر میکنی چجوری سوژه ها تغییر کرد؟ آیا بیشتر با احساست پیش میره یا بیشتر با خبرهایی که میخونی، چیزایی که توی روی احساسات مردم یعنی تأثیر رو میگیری از خودت یا روی احساسات خودت بیشتر؟ خیلی سخته، واقعا سعی میکنم که به خودم بیشتر وفادار باشم. میدونی برای اینکه مردم با تمام احترامی که قائل هستم، گروه های مختلفی هستن، هر کدوم نظری دارن، هر کدوم یه سلیقه‌ای دارن و آدم نمیتونه که بسپره که حالا موج کجا میبرتش. طبیعتا به عنوان کارتونیست یکی از چیزایی که دارم اینه که، یعنی باید داشته باشم، اینه که یه نگاه و یه نظری و یه جهان بینی یا یه دریچه نگاه کردن ماجراها اتفاقات داشته باشم. از کتاب‌های کمیک استریپی که من، حالا ایرانی نه یعنی فارسی نه، ولی خب به زبان انگلیسی و فرانسه مجدد کرده، پرسپولیس بود. بله بله. که تبدیل به فیلم هم شد. انیمیشن هم ازش انیمیشن شد و انیمیشن خیلی موفقی هم بود. تو قصد نداری که وارد این هیته بشی؟ قصد که فکر کنم همه دوست داشته باشن، یعنی هر کسی که این کار رو انجام میده بعدش نداره که اقتباس سینمایی انجام بشه. خب پیچیدگی و مشکلات خودش رو داره دیگه. یه سینما یه صنعتیه که بسیار خرجش زیاد هست و راضی کردن سرمایه گذار مشکل هست و تهیه کننده اینکه اوکی بده سخت، کار راحتی نیستش. ولی خوب نکته اشاره کردی برای اینکه یه ادای دینی به مرجان ساتراپی بکنم، نویسنده و طراح پرسپولیس، برای اینکه اگر من الان دارم کتاب منتشر میکنم، کتاب مصور دارم خارج از ایران منتشر میکنم، 100% مدیون ساتراپی هست که این راه رو ساختا پیش هموار کرد. ملی هستون توجور رستوره توجور دلیان تر تر پروفوند شما تخد ویو همه ما هستوریک مونست اعتماد ناشرین غربی رو جلب بکنه که میتونن، یعنی ما هم میتونیم از کشوری مثل ایران بیایم و قصه هایی تعریف کنیم به این شکل و مخاطب داشته باشیم. شاید تو اگه تهیه کنندشون بشی بتونن درست کنن. باید این کار بکنی. نمیدونم آخه با این اخلاقی که داره من نمیدونم. نمیتونی بسازین با هم؟ بسازین. نمیشه، فکر نمیکنم بشه. میشه فکر میکنی؟ کنار میایم با هم. کنار میایم. خب اگه این باشه من برام نمیاد، واقعا خیلی دوست دارم. اگه بخوای کار بکنی ترجمه یه داستان جدید بنویسی یا یکی از داستانهای قدیمی رو؟ میخوام الان برنامه‌ریزیاشو انجام بدم. انجام بده چیز بکن. جدید انجام بده. خب کارو انجام بدیم با هم دیگه. الان یا وایس بعد از برنامه نظر من نمی داری. یه سری هم بریم به اتاق فرمان. بگو بگو من میتونم بعدش برگردم دیگه. نه نه قطعا بعد از برنامه تو خیالت راحت باشه. هر جا دلت خواست میتونی بری. مثلا یعنی ما اصلا از این از اون آدما نیستیم. نه از اون برنامه‌های، نه از اون تلویزیون، نه از اون آدما. بس همکاری. همراه ما باشید. در برنامه چند شنبه با سینا هستیم، با مانای عزیز. مرسی. ما به توافقاتمون رسیدیم، یعنی ما الان دیگه توافق کردیم، قرارداد امضا کردیم و دیگه بعد از برنامه فرصت که... من یادت نره. نه 100% 25% کل قرارداد مال تو به خاطر تمام زحماتی که نکشیدی اصلا توی قضیه. خب یه سوال ازت میکنم، صادقانه جواب بده. کدوم کاریکاتوریست ایرانی رو قبول داری؟ اگر بگم ممکنه بگین که داره پارتی بازی میکنه یا برادر تو که نمیخوای بگی. دقیقاً میخوام بگم من این آخه واقعا اعتقاد دارم، اصلا چیز نیستش روی تعارف و چیز خانوادگی نیست. من معتقد هستم که توکان یزدانی یکی از بهترین هاست و یکی از کم قدر دیده ترین ها نسبت به استعداد توانایی و چیزی که داره. فوق العاده کاریکاتوریست خوب و طراح درجه یکیه. یکی چی بگم، من اگر نبود شاید هیچ وقت وارد این وادی نمی‌شدم، این کار انجام نمی‌دادم. تأثیرش روی تو خب مسلم و مشخصه. میتونم فاصله بگیرم، با قاطعیت بگم که در این هنر شناختش از طنز سیاه اساساً قاعده بازی تا حد زیادی دهه 60
تغییر داد. حالا اون موقع خیلی نشریه طنز منتشر نمی‌شد، توی نشریات متفرقه‌ای که کار می‌کرد، نشریات ظاهراً بی‌ربطی که کار می‌کرد. به هر حال این عقیده من هستش. در کنارش خیلی کسای دیگه هم هستن البته. خب بگو دیگه، نفرات بعدی هم بگو دیگه. داراشتو گفتی، حالا بقیه هم بگو. مثلا جا بمونن. نه حالا هر کی جاموند ازش ناراحت نشه. خیلی ها هستن. علی جهانشاهی، کامبیز درم بخش. این طرح تیشرتت مال کامبیز درم بخش نیست؟ نه، از نظر این که سبک مینیمالیستی داره شبیه کار کامبیز هست، برای اینکه کامبیز هم توی مایه‌های سبک‌های مینیمالیستی و روشنفکرانه دهه 60 و 70 کار میکرد. این کار فودان هست، کارتونیست و کاریکاتوریست اگه اشتباه نکنم، فرانسوی که خیلی کارش دوست دارم. خب میدونی که ما معمولا آخر مصاحبهمون معمولا یه بازی با مهمون انجام میدیم. فکر کنم دیدم رو سیزنه قبل، فکر کنم دیده باشم. خب من چون میخوام در واقع میشکو به تو این آزادی رو بدم که هر جا دلت خواست بعد از مصاحبه بری، اصلا بخش مصاحبه رو حذفش میکنم. خب بازی رو آره اصلا برای چی، بذار هر جا دوست داره بره، بدرقت میکنم بری هر جا که دلت میخواد، دستتون درد که اصلا اون تجربه تلخ هم پاک بشه. خوبه؟ آره خوشحالم، خوشحالم چون اصلا عهد بازی هم نیستم. آره. هم میشم تو بازی آخر میشم، شکستم و میپذیرم. مرسی، خیلی خیلی عالی. از بینندگان عزیزم خداحافظی کن که من تو رو بدرقت کنم بری دیگه. از همگی خداحافظی میکنم. دمت گرم واقعا. دمت گرم. شما خوشبخت شدم باهات. خیلی محبت کردی. خیلی محبت بازی نکردین، شما اصلا بازی نبودن. خوب کاری. اصلا برای چی بی خود بی جهت؟ برای چی؟ اصلا راحت برو هر جا دلت خواست برو. باش کدوم طرف در؟ در خروج اینه. اینه؟ آره آره. برو عزیز. برو. ممنونم. برو برو چوب ببینه. اینه. سینا همینجا میمونی تا فردا که پروازت ببرتت خونه. سینا من قول میدم برو عزیزم، من اجازه از این استودیو کسی خونه یا هیچ جا نمیره. قول میدم من نرم هیچ برنامه دیگه ای. خدافظ. باور کن من نمیرم هیچ برنامه دیگه شرکت کنم. سینا بذار بیا بیرون. سینا رفت شدی؟